و در گزارش هنری بهنام ناطقی امشب نگاهی داره به کنسرت گروه سازهای بادی ریبرث نیو اورلینز که آغازگر جشنواره تابستانی موسیقی جاز نیو اورلینز در باشگاه ساحل در جزیره گاورنر در نیویورک. بهنام، قبل از دیدن گزارش یکم راجع به این جشنواره و محل اجرای اون توضیح بده، یعنی جزیره گاورنر. خب خود نیویورک غیر از جزیره اصلی یعنی منهتن که در واقع مرکز شهر هست و اون جزیره عظیم استاتن آیلند که یکی از مناطق پنجگانه شهر هست، چند تا جزیره کوچیک هم داره به فاصله مثلا 10 دقیقه یا کمتر یا بیشتر از شهر که با کشتی‌های مخصوص میرن یا پل داره. یکیش همون الیس آیلند هست که در گذشته مدخل کشور بود برای کشتی‌های حامل مهاجرها از اروپا. یکی دیگه‌اش لیبرتی آیلند هست که مجسمه آزادی روش هست. یکی دیگه‌اش هم جزیره گاورنر هست که خیلی نزدیک به نیویورک، در گذشته کاربرد نظامی داشته، حالا گردشگاه شده. گوشه اون تأسیساتی است به نام گاورنر آیلند بیچ کلاب که امسال محل این جشنواره است که به نام نولا فانک کرافیش اند میوزیک فستیوال از جمعه هفته پیش شروع شد با اجرای همین ریبرث براس بند از نیو اورلینز و قبل از اونام دو گروه عمده دیگه از موسیقیدان‌های فانک نیو اورلینز برنامه داشتن و در طول تابستان حالا هر جمعه شب شاهد اجرای دیگه هستیم از هنرمندان نیو اورلینزی یا هنرمندانی که از موسیقی نیو اورلینز جاز یا فانک اونجا متاثر هستند. ریبرث براس بند در کنسرت افتتاحیه جشنواره تابستانی فانک نیو اورلینز یا نولا فانک نیویورک قطعاتی از آلبوم جدیدشون موو یور بادی رو اجرا کرد، 16th آلبوم گروه که سه‌شنبه هفته پیش بیرون آمد. ریبرث مثل گروه‌های دیگر سازهای بادی نیو اورلینز از موسیقی سنتی شروع کرد، ولی خیلی زود موسیقی رژه و کارنوال رو با ضرب آهنگ‌های رقصدار موسیقی فانک و هیپ هاپ در هم آمیخت. در مصاحبه با کیث فریزر، یکی از دو برادر بنیانگذار گروه، در کشتی در راه جزیره گاورنر همین روی کرد در کار گروه ریبرث پرسش اصلی بود. کیث میگوید یکی از دلایل این روی کرد این است که باید برای جلب توجه شنونده جوان چیزی بزنند که جوانها بتوانند با اون همزاد پنداری کنند. موسیقی امروز هیپ هاپ است و رپ و بنابراین باید آهنگهایی میزدند که جوانها به سرعت درک میکنند، هرچند بعضی از ترانههایی که هنرمندان رپ استفاده می کنند ترانه‌های ریتم و بلوز قدیمی است، بنابراین آنها عملاً به جوان‌ها آموزش می‌دهند، نه فقط آموزش ترانه‌هایی که هنرمندان رپ می‌زنند بلکه همچنین ترانه‌های ریتم و بلوز. It's not just the beat, it's some of the rap phrasing that they use that we try to emulate on the horns, like in the trumpets. The way some of the guys rap, they phrase a certain way. Some of the guys in the band will try to do that on their horn. اما کیث میگوید فقط ضرب آهنگ نیست که از هیپ هاپ برآمده، بلکه نوازنده سعی میکند طرز ادای جمله در هیپ هاپ رو بازآفرینی کند. او میگوید از طرف دیگه هنرمندان هیپ هاپ دارند کار نوازندگان جاز رو بازآفرینی میکنند و این بدوستان دائم وجود دارد بین کار آنها و کار اینها. هیپ هاپ جاز into our jazz, so it's just, you know, it's just different genres. The way they do music is what we mean by we're mixing it.
گروه ریورس براس بند رو 30 سال پیش دو برادر نورلینزی به وجود آوردند. فیلیپ فریجر نوازنده توبا که در آن هنگام 30 ساله بود و برادرش کیث فریجر نوازنده تبل باس که در آن هنگام فقط 15 سال داشت. فیلیپ فریجر آهنگساز و رهبر گروه راز ماندگاری 30 ساله گروه ریبرث رو در خانواده می‌داند و می‌گوید خانواده بر همه چیز مقدم است. مانند دیگر آلبوم های ریبرث، آلبوم جدید هم ترکیبی است از آهنگ های تازه و بازنوازی ترانه های شناخته شده. We do cover tunes and we do a lot of traditional tunes to try to show younger people in New Orleans as well as people outside of New Orleans. کیت میگوید آهنگ‌های قدیمی رو بازنوازی می‌کنند تا به جوان‌ترها و به آنها که از بیرون نیو اورلینز می‌آیند خاستگاه موسیقی رو که 2300 سال قدمت دارد نشان دهند و این چیز تازه‌ای نیست. آنها از تبار بلند گروه‌های سازهای بادی دنیا می‌آیند. او می‌گوید ضمناً این موسیقی نیست که فقط برای شنیدن باشد، بلکه برای رقصیدن هم هست. آهنگ‌های جدید معمولاً دست جمعی و در تمرین‌ها ساخته می‌شوند. فلیپ فریجر می‌گوید ممکن است او قسمت بیس را نوشته باشد، ولی گروه رهبر ندارد. همه با هم کار می‌کنند که باعث بهتر شدن کار گروه می‌شود. به قول منتقد جاز ریچارد مارکوس، آلبوم جدید گروه ریبرث موو یور بادی رویکرد دوگانه گروه ریبرث در ترانه سازی رو باز می نماید که راحت بین هرزگی و تقدس در تردد هستند، به همان راحتی که منابع الهام خود رو از موسیقی گروه های بزرگ دهه 1930 تا هیپ هاپ و جاز و فانک در هم می آمیزند. بهنام، این موسیقی چه جایگاهی داره؟ آیا اصلا میشه این سوال رو پرسید واقعا؟ خب این سوال شاید دو قسمت داشته باشه. یکی جایگاه موسیقی سازهای بادی است و دیگه هم جایگاه موسیقی نیو اورلینز. هر دو اینها هم خب جوابهای مفصل داره، کتابها دربارش نوشته شده. این گروه ریبرث یکی از قدیمی ترین گروه های نیو اورلینز هست و این موسیقی و کل این شهر رو در واقع نمایندگی میکنه. آلبومی که اونها 3 سال پیش بیرون دادن نه تنها درباره نوزایی این موسیقی بود که اسم گروه هم از اون میاد، بلکه اشاره داشت به نوزایی شهر نیو اورلینز که زیر طوفان کاترینا و طوفانی که 2 سال بعد از اون اومد ضربه‌های جدی و سختی خورده که فقط اقتصادی یا ساختاری نبوده، بلکه ضربه به فرهنگ و هنر هم خورده. به قول منتقد موسیقی ریچارد مارکوس، اصلا تخیل مردم آمریکای شمالی رو نیو اورلینز در قبضه خودش داره. نیو اورلینز میادگاه فرهنگ‌های مختلف هست. فرهنگ فرانسوی اونجا هست، فرهنگ اسپانیایی، فرهنگ آفریقایی. اینا در این شهر یک ترکیب غریبی با هم دارن که این شهر رو به یک خاستگاه تبدیل کرده برای انواع تجربه‌های هنری غیر متعارف‌تر نسبت به جاهای دیگه. ضمناً تو این شهر شاهد ترکیب تقدس و کفر هستیم.
از یه طرف باورهای کاتولیک بسیار قوی هستند، کلیساهای خیلی زیاد، از طرف دیگه باورهای جادویی وودو در شهر هستند و تو خیابونهای نیورلینز کلیساها و عبادتگاه ها مجاور هستند با باشگاه های موسیقی که انواع موسیقی در اونها میشه شنید هر شب، از موسیقی جاز که یکی از خاستگاه های اصلیش نیورلینز بوده بگیر تا موسیقی فانک که از دل جاز بیرون اومد تا هیپ هاپ که از دل فانک بیرون اومد و موسیقی های دیگه. جذابیت کار گروه ریبرث در این هستش که در موسیقیشون همه این جنبه های شهر نیورلینز و همه این جنبه های موسیقی نیورلینز رو ترکیب میکنن، ضمن اینکه موسیقی خاص اونها یعنی موسیقی سازهای بادی که از موسیقی های ریشه‌ای نیورلینز هست که هم در عروسی زده میشه هم در عزا، دائم در سفرن. مثلا بعد از جمعه هفته پیش که در نیویورک برنامه داشتن، بلافاصله رفتن شیکاگو برای اجرای شنبه شب یعنی فرداش دوباره، و حالا و همینطور هر شب یه جا، و به نیویورک هم بار دیگه میزبان اونها خواهیم بود در نیویورک، برای اینکه اول آگوست برمیگردن حدود یه ماه دیگه به همین جشنواره نولا فانک برای اجرای دیگه که بلیتاش از همین حالا داره پیش فروش میشه.